تارلهیه فلسفی مضحک درباره آزادی. پزشکیان در دیدار با بافل طالبانی، پسر جلال طالبانی در سلیمانیه. نگاه مرحوم طالبانی به آزادی را میتوان به عنوان یک نماد و الگو ارج نهاد. پزشکیان در سالهای اخیر برخی عناصر کوشیدند با سوء استفاده از جغرافیای اقلیم کردستان مشکلات امنیتی برای منطقه ایجاد کنند که خوشبختانه با توافقنامه امنیتی راه برای رفع این مسئله فراهم شده است. بافل طالبانی آنچه را در توافقنامه امنیتی ذکر شده است به طور کامل و دقیق اجرا خواهیم کرد و حتی آمادگی عمل به هر آنچه را که فراتر از این توافقنامه باعث تقویت و تثبیت امنیت در مرزها و منطقه می شود داریم. اگر 1000 سال هم تلاش کنیم، نمی توانیم پاسخگوی محبتها و حمایتهای جمهوری اسلامی ایران باشیم. پزشکیان روز پنجشنبه در سلیمانیه با بافل طالبانی رئیس گروه یکتی ملاقات کرد. در این دیدار که به دنبال اعمال فشار و جابجایی احزاب و گروه‌های کرد ایرانی توسط یکتی و استرداد یک پناهجوی کرد ایرانی از سلیمانیه توسط این گروه به دیکتاتوری آخوندی صورت می‌گیرد، رئیس جمهور خامنه‌ای از بافل طالبانی قدردانی کرد. به نوشته خبرگزاری حکومتی مهر وابسته به وزارت اطلاعات رژیم، پزشکیان بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با بافل طالبانی، رئیس و جمعی دیگر از اعضای اتحادیه میهنی کردستان عراق ضمن قدر نهادن به تلاش‌ها و مبارزات آزادی خواهانه مرحوم جلال طالبانی تصریح کرد، نگاه مرحوم طالبانی به آزادی را میتوان به عنوان یک نماد و الگو ارج نهاد. مهر آخوندی افسود، رئیس جمهور در ادامه گفت، در سالهای اخیر برخی عناصر کوشیدند با سوء استفاده از جغرافیای اقلیم کردستان مشکل امنیتی برای منطقه ایجاد کنند که خوشبختانه با توافقنامه امنیتی که میان ایران و عراق امضا شد راه برای رفع این مسئله فراهم شده است. خبرگزاری وابسته به وزارت اطلاعات حکومت آخوندی در ادامه نوشت، بافل طالبانی نیز در این دیدار با ابراز خوشحالی از اینکه اقلیم کردستان عراق برای نخستین بار میزبان رئیس جمهوری اسلامی ایران است، از حمایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی و همه مسئولان ایرانی از مردم مظلوم کرد قدردانی کرد. رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق با بیان اینکه ما خودمان را جزئی از ملت ایران می‌دانیم اظهار داشت، آنچه را در توافقنامه امنیتی ذکر شده است به طور کامل و دقیق اجرا خواهیم کرد و حتی آمادگی عمل به هر آنچه را که فراتر از این توافقنامه باعث تقویت و تثبیت امنیت در مرزها و منطقه می شود داریم. پوک مدیا ارگان یکتی پزشکیان برای مام جلال نوشت، به فداکاری شما احترام می گذاریم برای رسیدن به استقلال و آزادی. امروز پنجشنبه 22 شهریور 1403 به همراه هیئت بلندپایه‌ای از وزرای جمهوری اسلامی ایران وارد سلیمانیه شدیم و فرصتی حاصل آمد که از مزار جلال طالبانی عزیز و گرامی فاتحه بخوانیم و به روح بلند و دید باز و نگاه عمیق آن عزیز درود بفرستیم و فداکاری‌ها و مبارزات این بزرگ مرد را از قبل از انقلاب تا بعد پیروزی که جهت استقلال و آزادی سرزمین عزیز خیش داشت، یادآوری و تلاش‌های بی‌پایان او در ایجاد وحدت و انسجام در داخل کشور و تعامل و همکاری با ایران عزیز را قدردان باشیم. خدا روحش را شاد و یادش را برای همیشه برای مبارزان و آزادگان دنیا زنده و پایدار نگه دارد. مسعود پزشکیان امضا 22 شهریور 1403 رئیس جمهور ایران اسلامی. نامه جلال طالبانی دبیر کل اتحادیه میهنی کردستان عراق به برادر مجاهد مسعود رجوی 3 مارس 1984 13 اسفند 1362
حالا آقای طالبانی رئیس جمهور کنونی، برمیگردم به اسفند ماه سال 1362 که ما روابط دوستانه داشتیم و من اون زمان که در پاریس بودیم اعضای دفتر سیاسی ایشون رو میپذیرفتم و تلاش میکردیم که دولت قبلی عراق حقوق خودمختاری اونها رو در اون زمان به رسمیت بشناسه و بسیار هم از ما در این رابطه سپاسگزار بودن. بفرمایید. نامه به امضای جلال طالبانی دبیر کل اتحاد وطنی کردستان 3 مارس 1984 که در همون زبان به زبانهای مختلف منتشر شده از جمله نشریه مجاهد و نشریات خارجی. نامه خطاب به خود منه: با سلام گرم انقلابی به نام دفتر سیاسی اتحاد میهنی کردستان، به جناب عالی و از طریق شما به برادران در سازمان مجاهدین خلق ایران سلام ها و بهترین آرزوها را تقدیم می کنم و برای شما در مبارزه عادلانه تان علیه دار و دسته مرتجعینی که بر خلق برادر ایران تسلط یافته است آرزوی موفقیت می نمایم. با تشکر فراوان پیام برادرانه را که برای من ارسال نموده بودید و در آن احساسات دوستانه تان را در رابطه با برادرانه تان در اتحادیه میهنه کردستان، پیشتاز جنبش آزادی بخش و عادلانه خلق مبارز کرد برای احقاق حقوق دموکراتیک و ملیش در چارچوب وحدت ملی عراق بیان داشته بودید دریافت کردم. پس تأیید میکنه که از همون زمان ما احقاق حقوق دموکراتیک و ملی مردم کردستان عراق رو در چارچوب وحدت ملی عراق میگفتیم. برادر ارجمند، اتحادیه میهنی کردستان منبعث از ایمان اصولی استوارش به ضرورت یک پارچگی مبارزاتی بین نیروهای مترقی و انقلابی خلقهای من در خاورمیانه، آمادگی دائمی خود را برای تحکیم روابط مبارزاتی بین سازمان مجاهدین خلق و اتحادیه میهنی کردستان مورد تأکید قرار می‌دهد. این فرصت را مقتنم شمرده و آرزوهای خود را برای پیروزیتان به اتفاق دیگر نیروهای انقلابی ایران علیه حکومت مرتجع ایران و تحقق هدفهای دموکراتیک و استقلال ملی و محقق نمودن خودمختاری برای کردستان ایران تکرار می نماییم. مایلیم به اطلاعتان برسانیم که رهبری اتحاد میهنی کردستان به گفتگوهایش با دولت عراق در جهت دستیابی به دموکراسی و خودمختاری برای کردستان به نحوی که وحدت ملی عراق را تحکیم بخشد ادامه می دهد، که در آن صورت کردستان عراق را پایگاه پشتیبانی و حمایت برای مبارزات تمامی نیروهای مترقی ایرانی قرار خواهیم داد. داشته با دولت عراق در همون زمان گفتگو می کرده و این را به اطلاع ما رسانده است. در خاتمه، ضمن اینکه در احساسات شما نسبت به تأسف‌باری و مصائب جنگ ویرانگر بین ایران و عراق سهیم هستیم، جنگی که در خدمت هیچ کس جز استعمار و صهیونیسم و ارتجاع نیست، آرزومندی و رغبت خود را نسبت به پایان یافتن آن در اسرع وقت بر اساس مصالح مشروع خلقهای ایران و عراق و بدون هر گونه ملحق کردن یا اشغال نمودن اراضی و با رعایت استقلال ملی و حق خلقها در تعیین سرنوشتشان توسط خودشان بدون دخالت خارجی و یا تحمیل رژیمی مرتجع بر آنها ابراز می نماییم. همچنین بر شما پوشیده نیست که تلاش باند مرتجع خمینی
در تحمیل سلطه دیکتاتوری مطلقش زیر پرده ولایت فقیه علیه خلقهای مسلمان خطر بزرگی را علیه مبارزات این خلقها در جهت زندگانی پیشرفته عصر و ترقی و پیوستن به کاروان تمدن جهانی به وجود می آورد. بهترین احترام ها و آرزوهای ما را قبول فرمایید. برادر صمیمی شما جلال طالبانی، دبیر کل اتحاد میهنی کردستان، 3 مارس 1984.